نام یاد الله مهربان، سلام خدمت شما هموطنان عزیز. انشاءالله که خوب صحتمند سرحال هر جایی که هستین در یک فضای خوب و امنیت بسر ببرین. بازم خوشبختانه که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما هموطنان عزیز قرار داریم. قسمی که شما در تصویر تماشا میکنین، حالا ما هم آمدیم به یکی از پروژه های عامل منفعه که سالها هموطنان ما اینجا در ناحیه پنجم شهر کابل منتظر این کار و این پروژه بزرگ بودند که شما قسمی که آمده باشین به طرف کمپانی از کوتی سنگی لا کمپانی، سرک عمومی کمپانی الا کوتی سنگی پخته شده، یعنی قیرریزی شده بود سابق، و همچنان گلدانی های بسیار منظمی که در بین سرک است. در پهلوی از این دو سرک فرعی که در دو طرف سرک عمومی قرار داره، این سرک ها تخریب شده بود به یک کند و کپر، یعنی هموطنان ما نمی توانستند از اینجا درست مرور عبور داشته باشند. اما با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، بالخصوص با تلاش مسئولین ناحیه پنجم شهر کابل، کار قیرریزی دو سرک فرعی این ساحه آغاز شد که حالا شما میبینین که کارش عملا شروع شده، که ما هم آمدیم تا گزارش داشته باشیم از جریان کار قیرریزی این سرک های فرعی. در قدم نخست شما تصاویر تماشا بکنین، در ادامه بازم با ما باشین، با انجینر و همچنان هموطنان ما در این ساحه صحبت میکنیم که چقدر از همچو پروژه هایی که در کشور تطبیق میشه چقدر اینا خوشحال هستند و چقدر حمایت میکنند، و در این قبال هموطنان ما در حفظ نگهداری از این و همکاری با شاروالی کابل هموطنان ما چی مسئولیت دارند. در قدم نخست ما تصاویر تماشا بکنید، بازم با ما باشید و همراهی ما نمایید. عزیز، قسمی که شما میبینین، حالا ما هم در یکی از ماشینرا هستیم که این ماشینری ای که چی وظیفه داره از این برادر ما میپرسیم. واقعا کار کردن در خدمت به وطن یک لذت دیگر داره. غرور تاسو سلام. و علیکم السلام. استاد سلام عبدالله. عبدالله جان، در تو سه وظیفه لری تاسو؟ زه د کمپکشن وظیفه لرم، اج د سره کمپکشن کومو. تاسو د موټر چې د سینو میګیدم دی ته پیټیار وای. پیټیار تاسو وظیفه لری؟ دا د وظیفه لری چې کله پیور نه مواد راوځي او د سره کمپکشن کوي او تخته کوي. او دا کمپکشن کی هغه بل څه وظیفه لري؟ هغه زیر چي دا هغه ټیم دم وته وای، هغه هم کمپکشن کی لیول برابرې. څومره وخت کیږي چې دا کار کوي تاسو؟ یره ما خو خپل یو لس کاله کیږي. لس کاله کیږي چې دا کار کوم. همدل ته زده کړی دا افغانستان؟ او همدل ته. څومره سرکونه به جوړ کړی وي تاسو؟ یره ولا شمیر نشته چې څومره ما جوړي. څومره خوندور ده چې مثلا خپل کورنۍ ته یو فقام برابر وی او د هغه نه وروسته مثلا خپل وطن ته خدمت کوي، څومره خوندور ده؟ ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله شکر ده چې خپل وطن کې کار شروع شو. کارونه ماشاءالله زغ ډیر شروع دي اوس په خدای کې نوګه جوزي مشندرانو ډرورانه پیدا کیږي. اوه بیکار نه دي ټول دلی دي کارو ته وته لاړه. بس دې باندې مونږ ډیر شکر او باسو چې الحمدلله چې کار شروع شو. څه پیغام لري مثلا د دولت څخه بودیجې مصرفیږي، خلک په دې ساعتونو کې څه مسؤلیت لري؟
یاره زه اول دا پیغام لرم خلکو ته چې زنده باد امارات اسلامی ته په دې چې پروژې مونږ ته شروع کړې خلک ډېر بېزګار وو او د 2 روپۍ درک یې نه لرده او اوس زه د خلکو ته دا وایم چې وروره که څوک په خارج کې دي او که څوک دلته دي چې خپل افغانستان وروره ټیټ ودرېږو خپله خاوره مه ده او خپل ځانونه سرد نه قربان کړو او ماشاءالله دي زنده به دي تل دي افغانستان تل دي امارات کور مدان په خیر اوسې ژوندی اوسې که خلکو ته څه وینا لري هغه ځوانان چې خپل وطن پرېږدي ځي بهر ملکو ته دلته لکه تاسو غوندې نه پاتې کیږي چې دا وطن جوړ کړي مثلا دا په دې وطن کې زیار وباسي هغې ته تاسو څه پیغام لرئ؟ هغې ته مونږ دا پیغام ده چې ګوره دا وطن کې څو مودې مخکې دا ټولو ته دا پته وه چې کارونه نه وو او مونږ بیا هم سختې په ځان تېرې کړې نه تللو یې خارج هېوادو ته او مونږ دا په سختې ځان باندې تېرې کړې خدای په کارونه راته شروع کړو را دې شي که په خارج کې را دې شي ای الله مهربانه ده دغه دې کارونه شروع دي اوس خلک مصروفه دي وروره ښه مونږ ته معاش راکوي 14000 10000 افغانۍ معاش راکوي وروره بس په دینې مونږ ښه ګزاره کیږي زه خارج ته کوم چې خارج ته ځمه هم وطن ته خدمت ده هم آفرین بالکل بالکل ډېره مننه خیر اوسې وروره تاسو نه مننه ژوندی دی مننه بیننده های عزیز قسمی که میبینین عبدالله جان یکی از جوانایی است که وظیفه از اینا است که زمان قیر در سرک انداخته میشه وظیفه از اینا است که اینا را توسط همین ماشینی که اینا دارن نامش را گرفتن البته نامش فراموشم شد که اینا ها او را آوارکاری میکنن که قیر و زمین درست بشینم و این کارها واقعا میتوانه کشور ما را ببره به طرف پیشرفت و ترقی و همچنان به سوی آبادی و جهان سپاس شکران میکنیم از مسئولین امارت اسلامی افغانستان که همچو پروژه ها را روی دست گرفته که جوانان ما مثل عبدالله جان میان در اینجا هم کار میکنن و هم به خانواده خود یک لقمنان حلال میبرند شما بازم تصاویر تماشا بکنین در ادامه بازم با ما باشید و همراهی ما نمایید سلامونه اونې کې هلی انجینر صاحب علیکم سلام خیر راغلی خیر سلطان محمد دیا کوتان کارمن دی اریوب سپین غر شرکت انجینر صاحب دا راته وایي چې اوس دا پروژې چې روانې دي دې په اړه مونږ ته معلومات دا پروژه خو عمومي سرک د کمپنۍ کوټ څنګه دی تقریبا دواړه طرف فرعي سرکونه سي دي او اوږدواله یعنی طولې تقریبا 8.5 کیلومتره دی یو برخ چې جمله 11 کیلومتره کیږي اوس فعلا تاسو وینئ جریان لري کاري په شدت سره په مغه سره نو انشاءالله خو زبردست کار روان دی څه وخت دا پایل شو د دې کار و څه وخت به دا پروژه تکمیل دې کار خو تقریبا شپږ میاشتې غالبا کیږي کم و بیش او تقریبا په یوه نیمه میاشت کې انشاءالله ټول آماده کېدو ته آماده کیږي انشاءالله کریزې تاسې آماده نوي نه جریان لري تقریبا 2.5 کیلومتره قیر شوی ده یو طرف او داسې روان یو تقریبا د ورځې یو 800 متره 200 متره پورې انشاءالله موږ کار لرو تولید لرو او د قیریزي نو دا یو طرف مکمل آماده شوی تر کوټ سنګي پورې کمپنۍ نه کوټ سنګي پورې آماده د قیر ده او بل طرف باندې چې کوم دی هغه باندې خامکاري کار روان ده نو هغه هم انشاءالله ډېر زر تکمیلیږي دا هم راته وایه چې بودیجې د چا لخوا دا خو دا پروژه خو د شاروالۍ لخوا نه ده کابل شاروالۍ لخوا نه ته ویږي هو بهرنۍ مرسته نه 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 داخلي پروژه ده د شاروالۍ لخوا نه ته ویږي او د اریوب سپین غر شرکت چارې په مخ باندې وړي په دې پروژه کې په دې ډیزاین کې کارونو کې انجنیرانو کارګرانو کې یوازې افغانان دي یا خارجیان هم پکې دي ټول داخلي انجنیران دي داخلي کارمندان دي د ماشینکار نه ونیسه تر انجنیر پورې تر نظارتګر پورې ټول مکمل افغانان دي مواد چې پکې پکاریږي ټول هم د افغانستان هر یو شی د افغانستان خپل دولتي د افغانستان دولت لخوا نه ټیسټ کیږي او آماده کیږي او نظارت کیږي هم ټول هڅه افغاني تولیدات دي څومره د خوشحالي ځای ده چې زموږ په دې پروژو کې وسنی د امارت راتګ
ټول افغانان په دې پروژو کې کار کوي. پخوا چې پروژې پیلې دي، مثلا خارجیان، چینایان، ترکیان پکې و، انجینران و یا کاریګران یا ماشینری یا مواد پکې استعمال و، څومره د خوشحالي ځای دی او څومره دا کولی شي چې موږ انجینران ته نور هم و هڅوي چې نور په افغانستان کې پاتې شي او دلته خدمت وکړي. ډېر د خوشحالۍ ځای ده. سې موږ او تاسې دومره یوه موقعه خدای په لاس راکړه سې دغه کاروبار سې د خپله مخته یوسو، د خارجانو د کومک او د غنه خلاصولو، په خپله باندې کار وکړو، کاریګر مخبل وي، انجینر مخبل وي او دغه ټول پرسونل مخبل وي، خپل وطن ته کار وکړو. ډېر په شوق سره هر یو کس راځي، موږ سره ډېر په شوق سره کار کوي. نور ودان انجینر صاحب په خیر اوسې. په اخره کې له خلکو سره د دې سیمې خلکو څخه څه غوښتنه لري تاسو؟ خلکو نام تر اوسه پورې انشاءالله راضي یو، بیا هم غوښتنه کوو چې کوم مزاحمتونه وي موږ ته راځي، موږ سره دغه خلک باید همکاره واوسي چې دوی همکاري باندې موږ مخته دا کار یوسو، زر تر زره وکولی شو چې دې یو پروژې ته دوی هم راسره همکاره واوسي او زر تر زره دې خاتمه ورکړو. له خیر کور ودان هر کس. سلام علیکم. و علیکم السلام. جوستی جونک جو بخیر. اسم شما چی از برادر؟ اسم قدرت الله. قدرت الله جان چی میکنید ای سرا؟ خود چی مسئولیت؟ والا مسئولیت من نیست که نمی قیر دینی من که قیر نشست ما چی میکنم؟ من تایراش نشست که مود قیر خراب میکنه. خب خب مسئولیت تو فقط امی است. ما مسئولیت ما وقت بخیر کار شروع شده ای قیریزی سرا. خیلی وقت شنو یک هفته مش شروع شده. شش ماه چیکار جور کردی؟ خب ان شاء الله جور مش بت متکلم بخیر جور مش. بخیر تکمیل میشه کار؟ تکمیل بخیر نمی کیدش که بنداز من یک هفته بعد دیگه شما بنداز من خیلی تکمیل میشه بخیر. شکر. چقدر پروژه هایی که تطبیق میشه در کشور ما، چقدر شما خوشحال هستین؟ چی گفتنی دارین بخیر؟ والا ما خوشحال هستیم که ما وطن ما جور شوه. اون کار پیدا شوه. ما نمی خوش هستیم که مردم ما کار کنه، غریبی کنه. یا کار باشه. وطن جور شوه. جن به این طرف بالا که می وطن و جور شوه که بخوده نه می وطن جور شد چی تا بکنی نه خاک پر بشینیم چیکنو فهمیدیم. چه وقت بودی به مشکل داشتی سرک مثلا خامه بودی؟ والا خیلی وقت می بود خامه بود. حالا پیام شما به هموطنان ما چی است که مثلا این سرک که جور میکنین بخیر چه قسم حفظ نگهداری بکنن؟ باید نگهداری کنن، سانسی برن موتر تکن چی نکن موتر آب کسافات نندازن جنگلی خودم نمیگم چی میکنه که وطن ما جور شد، کسافات مسافات نندادن، موتر رفت آمد زیاد داشته باشه که مردم آگاه نشه. بخیر باشه. زنده باشین. بیننده های عزیز، دیدن که برادر ما بسیار خرسند است از این که در کشور آبادی و باسازی جریان داره. در پهلوی از این که باسازی است، به هموطنان ما زمینه کار مساعد شده که تعداد از هموطنان ما در اینجا هم از انجینرها و هم کارگرها در اینجا کار بکنند. این بسا جای خوشی و افتخار است که همچون پروژه های ملی و عامل منفعه که در کشور تطبیق میشه، به هموطنان ما بیشتر زمینه کار مساعد میشه تا بیان هم کار کنند و هم در آبادی وطن سهم بگیرند.
بیننده های عزیز، در کنار ما وکیل صاحب گزارش ناحیه پنجم نیازبیک است. با اینا هم صحبت میکنیم که در مورد همچو پروژه هایی که از طرف حکومت تطبیق میشه چقدر اینا های حمایت میکنند و چی گفتنی های دارن. جناب وکیل صاحب، بسیار زیاد تشکر که وقت دارین. سلام بر شما. سلام شما بزرگای خود که تشریف آوردین، مهمانای عزیز خود، خبرنگاری قضا و احوال اولس ما، مردم ما، از وطن ما با خبری میکنیم، بر اولس ما و برادرای ما میرسانی تشکر میکنیم. قربانتان. زنده باشین. وکیل صاحب میشه خود معرفی کنید؟ اسمم معلم عزیز، وکیل گزار 8 نای 5 نیازبیک، وکیل از امیج هستم. بسیار خوب. جناب وکیل صاحب، بگویید چقدر وقت میشه که این پروژه روان است و چقدر میتونه تطبیق این پروژه به هموطنان ما در سایه ناحیه پنجم سهولت بیاره؟ این پروژه، بسیار از این پروژه هم ولست ما، مردم ما، خود ما بسیار خرسند هستیم در ایخ که بسیار اک سهولت همی پروژه سرک سلولاین کمپانی در سابق به شکل درست جور نشده بود. و حالا از امارات اسلامی تشکری میکنیم که همین شاروالی ما در سه از امی و مسئولین نای پنج ما به قسم بسیار خوب درست میره بررسی کردن و امار کردن شوازی به سود مردم ماست که از یک بسیار عام و تام امایه میکنیم اک هم ما و این تقریبا یک ماست که کارش در جریان است بسیار به شکل درست و به سرعت پیش میره کار از این. سابق وکیل صاحب، مردم با چی مشکلات مواجه بودن؟ با خام بودن یا تخریب بودن این سرک؟ سابق از این خب هم مردم میفهمد اگر که به شکل درست جور نشده بود، همه بسیار به شکل عادی جور شده بود، همش خامه شده بود، گرد خاک لای زمستان که میشد از گل از این کوچه های ما که هست گرچه کانکریت شده گل خاک از میره ای بسیار به شکل خامه تبدیل شده بود. دیگه از هیچ موترام استفاده نمیکرد، اگر موترام می اومد گرد خاک کمی بسیار مردم ما رو به تکلیف ساخته بود، اگر پیاده رو کس می رفت یا خانه که نزدیک ازی بود یا به شرکت ها برای همش آسیب خاک می رساند. دیگه اینمی مشکل داشت به شکل درست جور نشده بود. بسیار خوب. آقای صاحب، آقای وکیل صاحب، ایران بگوین که حالا مردم ما خصوصا ولس شما در این منطقه در قبال از یک از این سرک هم استفاده بکنن، هم حفظ مراقبت بکنن، چی مسئولیت دارن؟ ولس ما باید که وطنشان از خاکشان است، در این خاک که وطن کس مثل مادر وارثه، مادر مردم ما خو هم مردم باغویی راست، از مادر خود بسیار احترام داره، قدر عزتش میکنه، خدمتش میکنه، وطن هم عین نمت مادر وارث. یعنی می بسیار به دایی وطن ما، دایی فقر بیچارگی که امارات اسلامی شاروالی ما نایه پنج ما که دایی قسمت امار سرکای ما که دایی مشکلات برای مردم ما یک سهولت ایجاد میکنه، سرک برشان پخته میکنه، مردم ما باید باشه دست همکاری زیاد بتا که دایی قسمت حفظ نگهداری سرکای خود از کثافات جلوگیری کنن، که کثافات در سرکای پخته خود نندازن، خاک سنگ نندازن به حساب دیگه، از همه چیزایی که آسیب میرسانه به سرکا جلوگیری کنند. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر جان. جان آقای صاحب، نام شما چی است؟ شرف‌الدین. شرف‌الدین آقای صاحب، این واسه شما است؟ بله بله. ماشاءالله. آقای صاحب، پیرا بگوین که چقدر خوشحال هستین که در وطن تو بازسازی میشه سرک شما، مثلا این پیاده رو خراب بود، مثلا این سرک فرعی، چقدر خوشحال هستین که سرک به خیر قریزی میشه، جور میشه؟ بسیار خوشحالم دیگه، وطن ما باشه و خوبه. بله. سرک جور شد، سرک بسیار خراب بود. بسیار. سابق بسیار خراب بود؟ بسیار، مردم در تکلیف بود، مهتر هرچی، ولی خوب شد. حالا وقتی که سرک جور شد و مسئولیت هموطنان ما در حفظ مراقبت از چی هست؟ باید از هر کس مردم حفاظت کنه، صحیح نگاه داشتی کنه، خراب نکنه، وطن خانه خدا آباد کنه من. دیگه. زنده باشین آقای صاحب. زنده باشین. بیننده های عزیز، قسمی که شما میبینین آقای صاحب محترم همراه نواسش و این نوجوان ها را که میبینین، اینها هم بخاطر از اینکه در وطن بازسازی روان است، اینها هم آمدن از جریان هم این کار بازدید میکنن. واقعا در هر گوشه افغانستان که تو بازسازی میشه هموطنان ما از این نهاز بسیار خرسند هستند. در قبال
همچو پروژه ها هم وطنان ما نیز مسئولیت بسزایی دارند که زمانی که همچو پروژه ها تطبیق میشه باید از یاد درست حفظ و مراقبت بکنند. بیننده‌های عزیز، شما هم جریان قرریزی این دو سرک فرعی از کوتی سنگی الی کمپری را تماشا کردین. انشالله که این پروژه وقت شش ماه است، در شش ماه انشالله این پروژه تکمیل میشه. هموطنان ما میتونن که بخیر از یک سرک بسیار زیبا و مقبول در این ساحه از نیازبیگ و همچنان مربوط ناحیه پنجم استفاده بکنن. بسا جای افتخار است که هر طرفی که میریم میبینیم باسازی و آبادی کشور را، آبادی و باسازی کشور به زیبایی کشور ما بیشتر میافزاید و خداوند بیشتر مسئولین را توفیق بیشتر بده که بتوانند همچو پروژه ها را در کشور بیشتر تطبیق بکنند تا باشد که هموطنان ما در کشور خود به سهولت زندگی بکنند. گزارشی بود که ما از قرریزی این سرک با شما بیننده های عزیز نشر کردیم. امیدوار هستیم که همچو پروژه ها در سایر افغانستان تطبیق شود تا جوانان ما در اینجا مصروف کاربار شوند، چی از ماشینکاراست و همچنان کارگرها، انجینرها و هر کسی که در این میتونه به خانواده خود یک لقمه نان ببره. این بسا جای افتخار است. با امید سربلندی و سرفرازی، همکاری، خوبی و شفقت و مهربانی را در بین خود فراموش نکنین. تا دیدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر می شویم. شما هموطنان عزیز را به الله پاک بنیاز بسپاریم. الله حافظ، نگهدار. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.